شد دارن، پلنش رو دارن، بیدید چند هزار نفر نشستن اینا رو خوندن، تبدیل به قانون کردن و هزار نفر دارن اجراش میکنن. پس فرقی هست، تبدیل اینها یک فرقی هست بین هر مسیری که انتخاب میکنی، بین هر شرایطی که داری. هزار تا وریبل هست، هزار تا متغیر هست که هر کدومش ممکنه نتیجه رو برگرده. بنابراین باز برمیگرده به خود اول، چی میخوای بکنی و بهترین کار برای اون کاری که میخوای بکنی چیه. خب به خاطر همین میگم بهتره با یک وکیل درست حسابی صحبت بکنی، میتینگ بذار آدم، من باشم، شما باشی، اون وکیل باشه، کانفرنس کال باشه، همه با هم درست صحبت بکنیم، درست جواب بدیم که بتونیم راه درست رو بریم. غیر از اون اگه بخواید همینجوری تیری در هوا شدید بکنیم میشه آزمون و خطا. خیلی هم خرد میبره، آزمون و خطا تایم میبره، مخصوصا توی این اعصاب میبره، اعصاب میبره، روحیه میبره، زمان میبره، هزینه میبره و این چیز جواب نمیده. و اون چیزی که بر حس اون چیزی که شما فکر میکنی، اون چیزی که مشکله و در واقع شما و بزرگترین ضرر شما هست، زمان الان. چون شرایط ایران بسیار ناپایداره، بزرگترین دشمن شما زمانه. چون الان دلار هست 50,000 تومان، اون موقعی که ما اومدیم بود 1,700 تومان. چند سال گذشت مگه؟ 10 سال، 8 سال، 9 سال. پس من باش هر جوری راحت، فقط میخوام بگم زمان رو در نظر بگیر و ببین برای مایی که توی آمریکا الان 10 سال رو گذاشته گذاروندی، توی آمریکا تغییری اتفاق نمیفته. خب از 10 سال پیش تا الان آمریکا قوانینش همون بوده، 20 سال پیش هم همون بوده، شرایطش هم همونه. بنابراین این برای قضیه داستان تغییر نمیکنه. تو ایرانه که همش داره همه چیز نابود میشه، میدونه خودش باشه. بنابراین شما اگر الان بخوای چند سال رو هم برای یک کشور وسط در نظر بگیری از دست بدی و بعد دوباره بخوای برای آمریکا رو قایستان بکنی، همین زمان رو فقط از دست بدی و باز شرایط آمریکا خیلی سخت میشه، چون که همه تنها چیزی که پایین مثبت شماه همون پولتون. اگه بخوای پول رو هم حل بکنی دیگه چیزی باقی نمیمونه. شما الان هم این حرفو میزنید بچه‌ام فضا دیگه دقیقاً برمیگردیم میگید ای کاش من مثلا سرمایه گذاری رو بود، نه که اشکال، ای کاش من اون موقع میتونستم سرمایه گذاری بکنم، الان دیگه سرمایه گذاری هم من فقط بخوام این قضیه رو بشکافم، فقط که بخوام بگم بابا آپشن رو از دست ندید، چون داریم از دست میدید. ولی حالا به قول شما باش، اگه ببینید میدونم آره بابا باش اوکی من حاضر بودم، میگم اگه من خودم پول داشتم من حاضر بودم این کار بکنم، یعنی زیاد هم نیست. الان اینجا مثلا میگفتم بین 500,000 تا، ولی من صحبت شده میخوام بکنم 900,000 تا، که اگه بکنم 900,000 تا دو برابر میشه، خیلی بیشتر میشه و پول بیشتر. ولی باز 900,000 تا اینجا خیلی پول نیست. یعنی یه نفری که مثلا یه کوچولی بیزنسی داشته باشه، یه سری میدونم این درآمد داشته باشه، 900,000 تا رو میتونه یه جایی نشون بده و این
این کارو بکنه. اصلا فرشاد نوزاد داره این کارو میکنه. شما میتونیم با فرشاد نوزاد یکم مشورت بکنیم. اون داره این کارو میکنه. بالاخره اومده بود دنبالش و با ما در مورد این قضیه صحبت کرد دیگه. یا آره مثلا شانس بیاریم مثلا فرشاد این کار رو بکنه انشاءالله مثلا آره شاید باش فرشاد صحبت بکنه مثلا دلش بالا بیاد ولی اینه که شما بروکتی نتونی صحبت بکنی این مراحل نیش کنه. بله که آقا مراحل دقیقا چی بیدی انجام میگیره ریسک ها رو براتون تعریف میکنه، میگه آقا چه ریسک هایی رو میگیری، شاید اصلا اون وکیل 4 تا چیز بگه ما هم یاد بگیریم. نه این چه حرفیه؟ نه اشتباه میکنیم نه نه ولی شما میان بهت بگم من اینجا با وکیل با همون یه روز وکیل صحبت کردم، اون آدم گفت که شما دولت آمریکا لیست به شما میده که شما از بین این لیست کمپانی ها میتونید انتخاب بکنید که تو چه کمپانی سرمایه گذاری بکنی. پس اینجوری نیست شما برای خودت بری یه سرمایه شرکتی بسازی نه و بعد بگی من دارم این کارو میکنم. اون شرکتی هم که اگر هم کوالیفاید بشه مورد قبول دولت آمریکا باشه برای اینکه این کارو بکنه باید مسیر خاصی، اگه اونجوری بود که ما میگفتیم تو شرکت خود ما بذاریم هر کسی میواری شرکت میزاد بذاری بکنم بازی بیا. نه اینجوری نیست، اون شرکت ها باید مورد تعیین آمریکا باشه. اصلا شرکت های نفت اینجان بیشتر اکثرا اون کسی هم که میاد این کار رو میکنه اون شرکت بله اینجوری بود که الان قیامت بود. حالا ما که نمیدونیم 900 شاید هنوز 500 شاید اصلا هنوز 500 4 میلیارد نیست. واقعا خیلی ریاضو 4.5 میلیارد نیست. نه آقا 4.5 میلیارد پولی نیست. نه 35 میلیارد. خیلیه. الان اگه 900 هزار تا باشه میشه 45 میلیارد. اونم زیاده. بین 20 و 25 میلیارد تا 45 میلیارد.